کود حیوانی یا کود کیمیایی را چگونه به درختان بدهیم که بدون ضایعات خیلی سریع به درختان جذب شود و رشد و میوه‌دهی درختان ما شما را چند برابر کنه؟ چه قسم انجام میشه؟ چه قسم باید بدهیم؟ بهترین روش کدام هست؟ در این ویدیو یاد میگیریم. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای عزیز، در مورد کود، وقتی ما شما کود را میشنویم دو موضوع در ذهن ما شما میه، یا به شکل مایع هست یا به شکل جامد هست. باز جامدش به شکل پودر میشه و یا اینکه به شکل گرانول میشه و یا اینکه مثلا بخش مایعش فقط یک مایع است که داخل بوتل هست و یا اینکه ما شما میتونیم همین جامد را هم به مایع تبدیل کنیم. خب به هر صورت اینا رو با جزئیات میخوانیم. دوستای خوبم، در کل ما و شما در دو بخش، یکی کودهای به شکل ارگانیک داریم، یکی کودهای به شکل کیمیایی داریم. و کودهایی که به شکل ارگانیک هست مخصوصا شما میتونین که مثلا از پوست کیله، از تخم مرغ، از بخش‌های مختلف پسمانده ها، روش‌های ارگانیک که ما ویدیوهای قبلا ساختیم، اینا را شما هم میتونید به صورت کمپوست تهیه کنین، کود بسازید و هم میتونید به صورت مایع اینا را از آبش بگیرین و بر درختان بتین. این را میتونید از آبش بگیرین به درختان هم پاش بتین و هم میتونید در زر استفاده کنین. دوستای خوبم، شما به سه روش کودها را میتونید استفاده کنین. یکی به شکل اسپری روی درختان میتونید پاش بتین، یکی به شکلی که در آب حل کرده داخل آبیاری بزنین و یا اینکه یکی به شکل مستقیم در پای درخت میریزین. حالا بهترین رویشش کدام هست؟ از کدام طریق ما استفاده کنیم؟ بستگی به نوع کود داره. مثلا کود کلسیم و پوتاشیم اینا بهتر هست در آب حل شوه، روی درختان اسپری شوه. از طریق برگها خیلی سریع جذب میشه و خیلی مفید تمام میشه. و اگر شما کود نایتروژن و همچنان فسفرس داشته باشین، اینا بهتر هست در زمین مستقیم پاش داده شوه، بعدش آب داده شوه و بعد از او ای از طریق ریشه بهتر میتونه جذب شوه. پس ما شما نظر به نوع کود ای را باید در نظر بگیریم. خب بعضی موقع ها میبینیم که کود به شکل محلول فروتسیت هست، در این بیش از 10-12 نوع مینرال ها وجود داره. این را هم شما میتونید، چون محلول فروتسیت هست، شما میتونید پاش بتین و یا اینکه در عین حال فروتسید رو به صورت جامد هم شما دارین. کود حیوانی نوع از فروتسید هست. وقتی که شما استفاده میکنین، این مستقیم به اطراف درختان میریزین، یا از ریشه جذب میشه، از طریق زمین جذب میشه. و بعضی از دوستا در بعضی ساحات در کانال های انگلیسی البته رویش کود دادن را بیشتر و بهتر توصیه میکنن که شما به صورت مستقیم از برگ استفاده کنین، ولی ما میگیم که شما باید کودهای حیوانی را در زمین تطبیق کنین، به خاطر که شخم زده میشه زمین، باید هوادار شود، چون ریشه در اونجا وجود داره، ریشه آب را جذب میکنه. زمین اگر هوادار نباشه، در اینجا ریشه ها اگر آب را جذب نتونه، پس شما هر قدر بالا هر کاری بکنین کار درست نمیشه. موضوع اول کود حیوانی و کود جامد در زمین تطبیق شود، کودهای مایع و بعضی کودهایی که به شکل پودر هست در شاخ و برگ درخت ها تطبیق شود. و یک فرمول را شما در نظر بگیرین، کود نایتروژن و فسفرس در زمین، کود کلسیم دار و همچنان پوتاشیم دار در برگ ها، اینا از این دو طریق بهتر جذب میشه. یک فرمول هست که شما باید در ذهن خود بگیرید. ولی یکان وقتا اگر شما میبینید تمام اینها با هم یک جا هست به شکل فروتسید که ما بازم گفتم محلول باشه در بالا، جامد باشه در پایین، میتونید استفاده کنید. و بهترین رویش استفاده که در زمین شما استفاده میکنین، به صورت مستقیم اگر استفاده کردین، خب کودهای حیوانی هست که داخل آب حل نمیشه. اگر کود قابل حل در آب باشه، بهترین رویش تزریق در داخل آب هست، داخل آب آبیاری، که از اون طریق درختان شما خیلی سریع این را جذب میکنه و خیلی سریع به ساختمان و سیستم انتقالی درخت انتقال داده میشه و به برگ ها و همچنین به میوه ها تبدیل میشه، که این خیلی روش خوب هست. مثلا شما این را چگونه میتونین کود حیوانی را به شکل محلول بسازین و بعد به درختان بتین؟ یگانه روشش اینمی هست. مثلا برای یک لیتر آب شما یک دست پور کود حیوانی تجزیه شده را میگیرین، داخلش میندازین، خوب ای را هم میزنین، برای یک هفته 7 روز میمانین داخل آب خوب حل شوه، گازاد اضافی از این برایه و هر 24 ساعت یا هر یک روز ایره خوب شور میتین و ایره که شور دادین بعد ایره فیلتر میکنین، مقدار آبی که میمانه عینا به شکل محلول فروتسیت هست
و ای رو شما میتونین که در داخل آبیاری تزریق کنین و بعد درختان خود بیتین. خیلی نتیجه بخش است. دوستان خوبم، امیدوارم که از لابلای حرفای ما سوالتان را گرفته باشین که ما بر شما گفتیم بهتر است از طریق آبیاری تزریق شه. فرق نمی کنه کد حیوانی هست، کد کیمیاوی هست یا هر کدی هست، فقط قابل حل باشه و شما بتونین شم و شیره ای او را گرفته داخل آبیاری گرد کنین و او را به درختان خود بینین. و باز هم در رابطه با مقدار اگر شما در نظر بگیرین، برای هر درخت در بدل یک سال 50 گرم کد کیمیایی میتونین استفاده کنین. مثلا کد نایتروژن یا کد فسفرس یا کد پتاسیم، کد هر کدی که داشته باشین 50 گرم شما میتونید استفاده کنید. مثلا کد فروتسید دارین و هر کد داخلش هست، میتونید 50 گرم برای درخت خود میتونید استفاده کنید برای یک درخت. و اگر کد حیوانی رو بخواید استفاده کنید برای درختان خود، برای درخت 5 ساله شما میتونید که یک بوجی یا یک گونی 50 کیلویی را در اطرافش بندازین، با خاک شخم بزنین و بعد برش آبیاری کنین. از زیاد دادن کد حیوانی به درختان خود نترسین، در صورتی که کد حیوانی شما کاملا تجزیه شده باشه. کد تازه که از حیوان میبرایه او رو به درخت بتین، درختان شما را نابود میکنه. این کار نکنین. امیدواریم که باز هم موضوعات بهتر و بیشتر روشن شده باشه و روش های ارگانیک را اگر خواستین، روش های ارگانیک چگونه آفات امراض کنترل میشه، چگونه کد میتونیم به شکل ارگانیک در خانه در آشپزخانه بسازیم، روی پشت کلیک کنین تا اینکه بهترین ویدیوها را ببینین. و برای انرژی دادن ما هم ویدیوها را لایک کنین و اگر تازه هستین کانال را هم سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدید جا نمانین. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدار شما.